شماری از احزاب و جریان‌های سیاسی حکومت را به نادیده گرفتن طرح‌های رهبران سیاسی درباره گفتگوهای صلح متهم می‌سازند. شنود بر طرح‌های احزاب سیاسی از سوی رئیس جمهور افغانستان صورت نگرفته. اگر این شنود صورت می‌گرفت، بنان طبیعتاً ما حال یک حالت را می‌داشتیم که این هیئت مرکب از کسانی می بود یا متشکل از کسانی می بود که حداقل پیشنهاد شده بود از سوی احزاب سیاسی در افغانستان. این احزاب بر گفتگوها میان طالبان، حکومت، احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی تاکید می‌ورزند و می‌گویند که حتی طالبان حاضر هستند تا با رهبران سیاسی درباره صلح گفتگو نمایند. همین صحبتایی که برای جمهور بود، مسئله همین ایجاد برد مشورتی برای صلح بود و مسئله هیئت برای صلح بود، ولی نتایجش این نبود که الان بیرون داده شد. شماری از مقام‌های پیشین نیز از حکومت می‌خواهند که روند صلح باید با رهبران سیاسی به گونه مشترک به پیش برده شود. قشر سیاسی را، قشر را که زیر پرچم افغانستان هستند و قانون اساسی را قبول دارند، اینا را شما بسیج بسازین. بسیج معنایش این است که شامل قدرت بسازین. اجندای صلح و جنگ با اینا دیگه مشترک بسازین تا از یک پلتفرم و موقف قوی با دشمن مذاکره کنین. ایجاد یک هیئت 11 نفری که حکومت برای پیشبرد گفتگوهای صلح تعیین کرده است، با انتقادهای سختی روبرو شده است. کسایی را استخدام کنه که با طالبا، با لهجه طالبا بلد باشه، با اونا صحبت ها کرده بتونه. اما حکومت گفته است که کار روی برد مشورتی صلح ادامه دارد. در همین حال گفته می شود که ایالات متحده آمریکا از کشورهای شرکت کننده در نشست ژنو خواسته است تا در سخنرانی هایشان از ادامه کمک هایشان پس از موافقت صلح به افغانستان تاکید نمایند. اما در همین حال شماری از کشورها از اینکه برخل سلاح طالبان و حفظ دستاوردهای 1.5 دهه گذشته تاکید نشده است، ابراز نگرانی می کنند.